راه رفتن بر روی این یخهای چوس قطر تبدیل به چالشی سخت برای این خرس نن اسپاگتی شده است. یک فوک باسن خمیده سیبیل فالوده ای به صورت یکوری در کنار یک حفره یخی لش کرده و مشغول ول کردن است، محلی که در هنگام خطر به راحتی می تواند از طریق آن جانش را سر دهد. فوک ها به کوچکترین صدا در اطرافشان حساس هستند و همیشه به صورت هسته فنگ و دست به مهره می خوابند. خرس برای اینکه عمه فوک را زیر رادیکال خود ببرد و جزر او را بگیرد فقط باید از طریق حفره های یخی به او نزدیک شود. گویا خرس ریده و آب هم قطع است. خرس گلنار باز ما قصد دارد که از طریق نزدیکترین حفره به تأسیسات تومه نفوذ کند و بدون آنکه فوک متوجه شود او را از پشت واکسینه کند. خرس تقریبا نزدیک شده است، اما وقتی در زیر یخ ها قرار می گیرد مغزش با درزش پیوند خورده و پشت را از جلو تشخیص نمی دهد و به همین خاطر هر دفعه سوراخ دیگری را به اشتباه روغن می زند. و باز هم زارت یا گوز. آیا خرس می تواند مجوز تردد در اتوبان فوک را بگیرد یا خیر؟ بالاخره تومه از قضیه بو می برد و با گفتن جمله معروف بیا اینو بخور هجله را ترک کرده و بکارت خود را حفظ می کند. خرس مادر به جفا بهترین فرصت خود را به گاف داد و باید تا موقعیت بعدی یخ تیرید کند. مستر نز.